پادکست سرزمین ماست که از ایندیپندنت فارسی میشنوید. خوشکسالی یا خشکاندن ایران. سلام و وقت بخیر. با شنیدن خبر قطع شدن آب در همدان شهر کرد و رومیه شگفت زده شدین. خب این رو بدونین که شما تنها نبودین. خیلی ها حتی تصورش رو هم نمیکردند که شهرهایی در غرب کشور مناطقی کوهستانی و سبز که هیچ شباهتی به بیابون یا شهرهای کویری ندارن اینطوری بیاب بشن اما از سالها پیش طبیعت اختار داده بود زنگ خطر وقتی به صدا در اومد که تالاب ها و دریاچه ها یکی یکی خشک می شدن و یواش یواش کار به رودخونه های پر آب هم کشید. حتما یادتون میاد که طی سالهای گذشته بارها خبر خشک شدن زایند رود و کارون منتشر شد و بعد هم مرتبا خبر منتشر میشد از کاهش منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین اگه فقط به نقشه ارسه های استانی وضعیت بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی توجه میشد و مسئولان یک روش قابل اجرا برای پیشگیری از وضعیت پیش رو به کار می گرفتن، این بلا گریبان ایرانمون رو نمی گرفت. واقعیت اینه که سالهاست کارشناسان محیط زیست از روی رفتار طبیعت متوجه شدن که اوزا چقدر خرابه و مرتب اختار دادن. نمونهش بیژن فرهنگ درشوری، بومشناس شناخته شده ایران که شش سال پیش در مصاحبه با رادیو فردا گفت میدونید طبیعت از این سرزمین حراج شده، نابود شده با صورت قید قابل تصور. الان از شیراز از متید کوهستانی دارم میدم ببان از اونجا برم نوراباد از چنار برگردن برگردم بیام شیراز باورتون نمیشه چند تا بلوت پیش چند هکتار جنگل الان من سه چهار ساعت رانندگی میکنم دو تا کلاق دیدم. مردم مقصر نیستن مردمم شروع کردم به تملک و تخریب جنگل ولی وقتی بهش میگی میگه من ده هکتار باغ سیب درست کردم تو جنگل بلود. چند تا بلو تو بریدن تملک زمین زمین تصرف کردن انقدر اینقدر توسط مقامات رونق گرفته که اون کسی که ده هکتار و پنج هکتار باغ سیب درست میکنه خودش رو میکنه حالا سوال اینه که واقعا میشد جلوی این وضعیت رو گرفت دکتر سحر مطلبی پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین المللی که مطالعات و فعالیت در زمینه توسعه پایدار هم داشته به این سوال سرزمین ما پاسخ میده. تجربی بشر نشون داده که با استفاده اقلانی از هر سرزمین میشون آباد کرد. تمدن و توسعه درش ایجاد کرد. مثلا ایران در دستبندی ای کشورهای خشک و نیمه خوش قرار داره و ساکنین این سرزمین از چهار هزار سال قبل با احداث و نگهداری قنات ها تونسته بودن که آب و از سرچشمه ها و صفره های آب به مناطق پایین دست از دشتوری خشک ادایت کنن این قنات ها که هزار 36300 تا شده بعضا تا 120 کیلومتر طول داشتن. کشت دیم که سازگارترین نوع کشاورزی با آب و هوای خشک نوع قالب کشاورزی در ایران بوده با این شیوه تقریبا میشه گفت تا شاید سی سال یا 20 سال اخیر منابع آب زیر و رو زمینی در ایران جوابگوی نیاز جمعیت بوده هرچند از 50 سال پیش کارشناسان به درستی تشخیص داده بودند که سیاست های کلان توسعه باید مرکز سقلش روی توسعه صنایع باشه و نیاز و فشار برای درآمدزایی در بخش کشاورزی به تدریج کم بشه تا اگر ممکن باشه حتی در بعضی کشورها دیدیم که به ممکنه بعضیا بگن این دیدگاه ها و روش های قدیمی در ایران مثل استفاده از قنات یا حتی کشت دیم دیگه جوابگوی نیاز امروز نیست آیا نمونه های جدیدی هم داریم در جهان که بر اساس ظرفیت های طبیعت توسعه رو دنبال کرده باشند؟ این شیبه تطبیق توسعه با اقلیم توسط کشورهای دیگه با شرایط مشابه هم به کار گرفته شده مثلا سعودی از سال 2014 به تدریج کشت و صادرات گندم خودش رو هوشمندانه کم کرده به جش به کشاورزی فراسرزمینی روی آورده که با اجاره زمین های قابل کشت در کشورهای دیگه در واقع محصول رو از زمین های اونا برداشت میکنه و میاره در کارخانه صنعتی داخل سعودی برابری و بسته‌بندی میکنه و دوباره به کشورهای منطقه صادر میکنه دیگه که سعودی کرده سرمایه گذاری وسیع در صنایع و تولید انرژی های طوری که ردا کرده که میخواد صادر کننده برق باشه در واقع به این طریق میخواد وابستگی اقتصادیش رو به نفت کمتر بکنه در توضیح میزان توفیق سیاست های کلان توسعه سعودی همین بس که گفته بشه که رتبه توسعه سعودی الان 43 است در حالی که رتبه توسعه ایران 70 در مقابل در ایران در 20 سال اخیر مسیر کاملا برعکس رفته شده سرمایه گذاری در صنعت کاهش پیدا کرده که دلیل عمش اتخاذ سیاست های خارجی بوده که باعث تحمیل تحریم ها به کشور شده بخشی از صاحبان صنایع کوچک بر شکست شدند و مجبور به تغییر شغل شدند صادرات صنایع بزرگ هم به دلیل افت کیفیت و افزایش قیمت و محصولات که اونها هم تحت تاثیر تحریم ها بودند قدرت رقابتشون در بازارهای جهانی به تدریج از دست در خوشبینانه ترین حالت شاید دلیل مهمی که باعث شده سیاست های کلان توسعه در ایران منطبق با الگوهای شناخته شده توسعه پایدار منطبق با خصوصیات اقلیمی نباشه اینه که سیاست گذاران برای جبران کاهش درآمد و افزایش بیکاری ناشی از ورشکستگی صنایع به رونق کشاورزی روی آوردن که همراهش تبدیل کشت دیم به کشت آبرسان آمده که اون هم منجر به حفر 900 هزار حلقه چاه شده که 42 درصدشون غیر مجاز هستن که برای یک کشور خشک و منابع آب زیرزمینی محدود یا پای روی زمینیش هم هم عاقلانه و کارشناسانه مدیت نمیشن باجه بار شده چون منجر به تخلیه 70 درصدی منابع زیرزمینی شده که نتیجه لاجرمش فرونشست زمین در ایرانه که پنج برابر متوسط جهانی به عبارت دیگه تحریم ها باعث شد که صنایع از رونق بیفته و جمهوری اسلامی برای جبران ضرر اقتصادی کشاورزی رو جایگزین کنه اما پرسشی که حکومت هیچ وقت بهش جواب قانع کننده ای نداد اینه که این پروژه هسته ای قرار چه انرژی صلح تولید کنه که بعد از گذشت سالها فعالیت و خرج میلیاردها دلار یک لامپ وات هم روشن نکرده فقط تو پرانتز بگم که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق گفته بود برنامه هسته ای ایران سی میلیارد دلار هزینه داشته و علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی مقیم تورنتو به انصاف نیوز گفته جمهوری اسلامی برای پروژه هسته ای دو میلیارد دلار خرج کرده برگردیم به وضعیت انگیز آب و محیط زیست در ایران در لازر گفته میشه که بین 85 تا 90 درصد منابع آب ایران صرف کشاورزی میشه و بین 5 تا 8 درصد صرف صنایع میشه. کشاورزی در ایران نه تنها به صرفه نیست بلکه یک زنجیره ای از تخریب بعضا غیر قابل بازگشت رو ایجاد کرده مثل فرونشست زمین که اگه با همین روال پیش بره در طی دههای آینده باعث تغییر نقشه جغرافیایی شهرهای چند هزار ساله ایران میشه که ساکنش مجبورن به خاطر بیابانزایی و ها به شهرها و مناطق دیگه مهاجرت کنن توسعه پایدار این عبارت رو حتما شنیدین خلاصش اینه که از منابع طوری استفاده کنیم که نسل بعد هم بتونن روی کره زمین زندگی کنن فرانچسکو دی کاستری زیستشناس و مدیر وقت بخش پژوهش در مرکز تحقیقات ملی فرانسه در مقاله‌ای با عنوان صندلی توسعه پایدار که محسن حکیمی ترجمش کرده و در فصل نامه پژوهش‌های محیط زیست و منابع طبیعی یونسکو در 1376 منتشر شده نوشته توسعه پایدار به عنوان مفهومی فراگیر ابعاد متعددی دارد و افرادی با پیشینه های تحصیلی و حرفه‌ای متفاوت و دلبستگی به منابع مختلف تعریف های بسیاری از آن به دست دادن. های دانشگاهی متعدد مزمون های کاملا متفاوت و اهداف ناهمگونی را درباره این موضوع مطرح کردند. یکی از دلایل موفقیت اصطلاح توسعه پایدار دقیقا در این واقعیت نهفته است که افراد مختلف با هدفهای مختلف می آن را با بیدقتی به کار برند. با شرایط امروز ایران هم از نظر سیاسی مدیریتی و هم نابود شدن منابع طبیعی و آب آیا هنوز امیدی وجود داره که بشه ایران روی ریل توسعه پایدار قرار بگیره؟ برگشتن به ریل توسعه پایدار نیاز به یک اراده سیاسی قوی داره. نیاز به شفافیت در نظام اجرایی، قانونگذاری و شفافیت در نظارت و از همه مهمتر کوتاه شدن دست مافیاهایی داره که مستقیم از همه منابع طبیعی ایران با تمام توان دارن ارتزاق میکنن اگه چنین اراده ای فراهم بشه ایران نیروی انسانی کارشناس و دلسوز داخل و خارج کشور داره که با علم و تعهد های توسعه پایدار منطبق با شرایط اقلیمی ایران رو تولید و اجرا کنند نمونه های فراوانی هم در سطح دنیا موفقیت ها اجرا شده که ایرانی ها به خوبی میتونن ازشون ارگو برداری بکنن و یاد بگن. آیا میتونیم ایران را از فروپاشی سرزمینی نجات بدیم؟ خانم دکتر مطلبی معتقده که شدنیه و میگه یادمون باشه که یکی از مهمترین دلایل فرسایش محیط زیست همیشه فقر بوده که مردم مستصل و مجبور به برداشت غیر از محیط زیست کرده اگر فقر زدایی در یک بازی زمانی کوتاه و قابل قبول در شرایط فعلی ایجاد بشه در ایران مخصوصا با ایجاد مشاغل که باید طبعا در بخش بیشتر در بخش صنعتی که دوستدار محیط زیسته باشه امید برای نجات محیط زیست ایران هست مخصوصا اگه فرهنگسازی برای حفظ محیط زیست وارد نظام آموزشی ما از پایین ترین سطوح مثلا از دبستان بشه که این هم اولا وظیفه دولت و بعد وظیفه نهادهای مدنی که در واقع به ارتقای آگاهی جامعه کمک کنن. باید نهادهای مدنی بیشتر و اعصاب سیاسی مدافع محیط زیست مثل خیلی از کشورهای دنیا داشته باشین تا دا ضمانت اجرایی و نظارت بیشتری برای سیاستهای حامی محیط زیست به وجود بیاد البته بخشی از خسارت های وارد شده غیر قابل جبران مثل از دست رفتن گونه های حیوانی و گیاهی و در واقع ها و دریاچه که خوش شدن و امکان بازیافتشون نیست ولی اگه بجنبیم و با تمام توان تلاش کنیم شاید بتونیم از غیر قابل زیست شدن این سرزمین کهن جلوگیری کنیم خانم دکتر مطلبی به اثر فقر بر محیط زیست اشاره گذرا و کوتاه کرد و بلافاصله یاد این شعر افتادم که دریقا که فقر چه به آسانی احتظار فضیلت است به انگامی که تو را از بودن و ماندن چاره نیست بودن و ماندن و رضا و پذیرش اینجور که از بررسی اخبار و اظهار نظرهای کارشناس ها میشه فهمید ماجرا از این قراره که وضعیت فعلی فقط ناشی از خشکسالی نیست بلکه ناشی از خشکاندن ایرانه نمیخوام حرفای نامید کننده بزنم اما وقت زیادی نیست که بشه ایران رو از فروپاشی کامل سرزمینی و نابودی فراگیر نجات داد. البته اگه بخوام واقع بین باشم باید بگم که بخشی از ایران از دست رفته است. مثلا دیگه نمیشه دریاچه ارومیه رو احیا کرد و اون رو به شرایط اولیه برگردون که 500 هزار هکتار مساحت داشت. اما میشه بخشی از اون رو نجات داد به شرطی که دیر نشه. زمان که از دست بره همین باقی مونده های طبیعت و منابع آب رو هم از دست میدیم. شاید بپرسین چقدر زمان مونده تا نابودی؟ پاسخ به این سوال راحت نیست به ویژه که شرایط هر منطقه با منطقه دیگه فرق داره. اما به هر حال جای هیچ تردیدی نیست که شمارش معکوس برای بقای بخش وسیعی از سرزمین ایران شروع شده. ممنون برای همراهیتون با این قسمت از سرزمین ما. این پادکست با همکاری مجگان قفاری و مهدی یادگار در اجرا و همراهی علیرضا جعفری در نوازندگی ستار ساخته شده و البته موسیقی پایانی اثر سیمون فولبار. اگه این پادکست رو دوست داشتین یادتون نره که برای دوستانتون هم بفرستین و اونها رو به جمع شنوندگان سرزمین ما دعوت کنین حتما میدونین که سرزمین ما به توجه و حمایت های هممون نیاز داره من سام خسروی فرد متخصص و تحلیلگر محیط زیست تهیه کننده سرزمین ما براتون لحظات امن و امان و دلپذیری رو آرزو میکنم تا بعد روز و شبتون به خیر